قیام سراسری مردم ایران با دامنه‌های مهارناپذیر و انکارناپذیرش انرژی‌های بسیار زیادی را از مردم ایران در مواجه شدن با نظام ولایت فقیه آزاد کرد. گسترش روحیه ظلم ستیزی و تن ندادن به اجبارات یکی از این آثار رهایی بخش است که این قیام باعث به وجود اومدنش در بین مردم شده. می‌خوایم ببینیم که رژیم و مشخصاً خود خامنه‌ای برای مقابله با این وضعیت چه اقداماتی انجام داده و تأثیر این اقدامات در جامعه تا الان چی بوده. همراه میشیم با مهدی مهدیزاده. مهدی سلام به شما، خیلی خوش آمدین. من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. بله. خوشحالم که در خدمت هستم. خواهش میکنم مهدی جان، اولش درباره روحیه مقاومت و تن ندادن مردم صحبت کردیم، خودت هم حتما بهتر از من میدونی و در جریانش هم هستی. سوالم اینه که رژیم تا الان برای مقابله با این روحیه و این فضایی که در جامعه وجود داره چه اقداماتی انجام داده؟ بله، باید خدمتتون عرض کنم رژیم با اشراف به شرایط انفجاری جامعه برای مقابله با مردم دست به یک سری اقداماتی سرکوبگریانه زد که به صورت خلاصه خدمتتون عرض میکنم. نمونش سفر سراسیمه آخوند اژه‌ای به استان کردستان بود به عنوان یکی از استانهای قیامخیز در قیام سراسری. به خاطر احساس خطری که رژیم از این استان داره، او در اثنای این سفر به عریان‌ترین وجه در واقع وضعیت شکننده رژیم رو به این صورت گفت: اگر وضع مردم به لحاظ شغل، معیشت و درآمد خوب نباشد، امنیت پایدار نیست. یا وحشت خودش رو در مورد اینکه هر آن احتمال داره قیام دیگه ای رخ بده به این صورت گفت: این توطئه خبیثانه دشمن خونسا شد، اما این به این معنا نیست که حالا دیگه تمام شد، پس دیگه دشمن کاری نمیکنه. به جد باید همچنان هوشیار بود و غافل نشد. 4 روز بعد از این سفر در شورای عالی قضایی رژیم در مورد افرادی که به زعم او امنیت روانی مردم را به هم میزنند باید از قوه قهریه استفاده کرد، خواستار سرعت عمل و تدبیر اقدامات مناسب و متناسب با برهمزنندگان امنیت روانی جامعه شد. البته منظور امنیت نظام ولایت. خب همینطور خط و نشان کشیدن پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور رئیسی آخوند جلاد در حالی که از افزایش ایستادگی مردم در برابر نیروهای سرکوبگر و حملاتی که به این نیروها و ایادی حکومتی میشه جوانان شورشی رو تهدید کرد، گفت: از دید ما استفاده از سلاح‌های سرد مثل سلاح‌های گرم است و کسی که مرتکب جرم با سلاح سرد شود همان مجازات سلاح گرم را خواهد داشت. خب از اقدامات سرکوبگریانه دیگه که برای مقابله با آمادگی اجتماعی و مهار قیام طی هفته‌های اخیر انجام شد، دستگیری‌های کور به بهانه آخوندساخته مبارزه با اراذل و اشرار بود که در استان قیامخیز سیستان و بلوچستان شاهدش بودیم. در این رابطه بنا به گفته رئیس پلیس این استان به طرح موسوم به رعد 1 اشاره شد که طی 48 ساعت حدود 1118 نفر رو با اتهامات مختلف دستگیر کردن. آخرین مورد هم سفر پاسدار جنایتکار سلامی به زاهدان 2 روز قبل از نماز جمعه که روز تظاهرات هفتگی مردم زاهدان هست به بهانه افتتاح بیمارستان. خب این که یه بیمارستان توسط یه عنصر نظامی و عامل اصلی کشتار جمعه خونین زاهدان افتتاح میشه نه توسط وزیر بهداشت و درمان، خب خودش پیام واضحی رو میرسونه. یه نمونه دیگه هم بهره برداری از طرح زیرساختی نیروی زمینی سپاه شامل پایگاه هلیکوپتر و پهباد که میدونیم به خاطر سرکوب مردم هست. بله مهدی، حالا به نظرت این کارهایی که تا الان رژیم کرده، فرستادن عواملش به شهرستان‌ها یا طرح‌های سرکوبگرانه،
آیا تا الان تأثیری در جامعه و روی مردم داشته یا به نظر در آینده خواهد داشت آخر؟ بله، سوال خیلی خوبیه. در این مورد باید بگم که اگر ما تمامی اقدامات سرکوبگرایانه حکومت رو در سوال قبلی گفتیم رو در کنار این میزان از اعدامی که در این 10 روز گذشته انجام داده که البته نیمی از این اعدام ها هم از هموطنان متاسفانه بلوچمون هستن، خب به خوبی معلوم میشه که رژیم به شدت از اوجگیری روحیه و مقاومت مردم در مقابل نیروهای سرکوبگرش وحشت داره. ایستادن در مقابل مأموران سرکوبگر و اعتراض به اونها و اقدام به مجازات پاسداران در بسیجی ها حاکی از این افزایش روحیه شورشگری و تهاجمی در مردم رو داره. حتما اخبار حملات به آخوندها و سایر عوامل حکومتی توسط مردم رو شنیدید. علاوه بر این از تاریخ 10 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت بنا به گفته رسانه‌های حکومتی 5 تن از سرکردگان نیروی انتظامی در درگیری‌های مردم در شهرهای سراوان، اصفهان، هرمزگان، زنجان و اهواز به هلاکت رسیدند. این جسارت و شوریدن از طرف مردم و جوانان وطن علیه نیروی سرکوبگر برای سرکردگان سرکوبگر رژیم خوش نمیاد و اونها رو رخدادهایی به حساب میارن که میتونه انبار باروت خشم اجتماعی رو در ابعادی فراتر از ماهای قبل به جوش و خروش بیاره. وقتی این روحیه ایستادگی و مقاومت با عنصر آتش و سلاح ترکیب بشه، خب لاجرم میتونه به الگویی برای جامعه و مردم به سطوح آمده تبدیل بشه، چون قیام سراسری در زیر پوست ملتهب شهرها وجود داره مثل آتش زیر خاکستر و نمونه خیلی روشن نتیجه این سرکوب ها رو در سیستان و بلوچستان دیدیم که به رغم دستگیری های گسترده و اعدام ها حضور و همینطور حضور مجدد پاسدار سلامی در زاهدان، اما روز گذشته جمعه نه تنها این اقدامات رژیم بازدارنده نبود بلکه مردم زاهدان با عزم و شوری بیشتر به میدان اومدن. با توجه به چنین وضعیتی جواب این سوال برای همه روشن و واضحه که آیا اقدامات سرکوبگرانه حکومت میتونه جامعه و جوانان شورشی رو به لاک دفاعی فرو ببره یا نه؟ خب مسلما دیدیم اونها رو بیش از پیش اتفاقا به میدون آورده و به آخرین راه چاره یعنی توسل به سلاح و مبارزه قهرمانی مقابله کردن. یعنی منظورتون اینه که به هر حال الان جامعه در نقطه‌ای هست و رژیم هم در نقطه‌ای که هر چی فشار روی مردم بیاره اتفاقا با واکنش شدیدتری مواجه میشه و دیگه جامعه فشارپذیر بیشتر از این نیست. بله خیلی ممنون امتی به خاطر فرصتی که به ما دادی و توضیحاتت. خدا نگهدار.